بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان گرامی سلام، شبتون بخیر. ساعت 23 دقیقه با چند خبر در خدمت شما هستم. نشست فرصت‌های تقویت روابط افغانستان با ایران برگزار شد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان گفته شرکت کنندگان در این نشست تقویت روابط حکومت افغانستان را با ایران به ویژه دولت جدید خواستار شدند. به گفته حافظ ضیاء احمد، حکومت افغانستان تعامل خوبی با ایران دارد و انتظار می رود در دولت جدید نیز روابط دو جانبه گسترش یابد. کارشناسان حاضر در این نشست هم با اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی افغانستان و ایران تاکید کردند حکومت کابل تلاش می کند تا با همسایگان افغانستان روابط حسن داشته باشد. رئیس ستاد اربعین کشور از تقسیمات مرزی برای تردد اتباع خبر داد. مرز برای اتباع مقیم ما شلمچه است، اتباع غیر مقیم ما چزابه است. البته سایر اتباع کشورهای غیر از افغانستان و پاکستان هم میتونن از مرزهای خسروی، باشماق و تمرچین هم استفاده کنند. به گفته آقای میراحمدی فقط محدودیت تردد برای اتباع پاکستان است. فقط برای زائرین پاکستانی یک سقف حداکثری 50,000 نفری را قائل شده، برای سایر اتباع سقفی را در نظر نگرفته که مقامات پاکستانی و علمای پاکستان و خود ما هم پیگیری هایی رو داریم انجام میدیم که این سقف 50,000 نفر رو دولت محترم عراق افزایش بده. میزبانی ستاد اربعین بوشهر از زائران پاکستانی و افغانستانی. رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان بوشهر گفته این ستاد در موکب‌های داخلی و برونمرزی میزبان زائران 5 استان و کشورهای پاکستان و افغانستان است. آقای مطاف گفته در حال حاضر 185 پرونده برای موکبداران استان بوشهر در راستای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی ثبت شده که 80 موکب آن در مسیرهای برونمرزی عراق مستقر می شود. به گفته رئیس کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان بوشهر، اربعین سال گذشته موکبهای استان بوشهر در شبانه روز به 100,000 نفر زائر ایرانی و خارجی اربعین حسینی خدمات ارائه کردند. ششمین سالگرد شهادت پزشک شهید معروف به چمران افغانستان برگزار شد. سید محمد علی شاه موسوی گردیزی در 8 سال دفاع مقدس ایران حضور مستمر داشت و عملیات ولفجر را نقطه عطف زندگی خود می دانست. چهره شناخته شده ای که به چمران افغانستان معروف است. من دکتر سید محمد علی شاه موسوی هستم، از شهر گردیز، از پکتیا. برعکس همه پکتیا، مردم گردیز فارسی زبان هستند. در کودتای هفت ثور یا اردبهشت به صفوف مجاهدین و مبارزه علیه استبداد و کمونیسم پیوست. با آمدن کمونیست ها و قدرت گرفتن اونا جو مختنق شد. ما فکرت را ها کردیم، یعنی تحصیل کردیم بعد از سال پیدا. چهره جهالی به ایران مهاجرت کرد و به عنوان رزمنده بدون مرز در عملیات ولفش حضور داشت که این عملیات را نقطه عطف زندگی خود می دانست. خاطر حفاظت از این ناموس و وطن و استقلال کشور ما همراه با مجاهدین بودیم تا که مجاهدین. پس از پایان جنگ تحمیلی ایران به کشورش بازگشت و برای آزادی افغانستان همچنان مبارزه میکرد. سال 81 وارد لوی جرگه استراری شدن از استان پکتیا به عنوان نماینده مردم. متاسفانه توسط نیروهای تروریستی آمریکا دستگیر شدند و به زندان بگرام و بعد از اون به زندان گوانتانامو منتقل شدند. تهدید کردن اگر نمیری در جلوی خواهر و اقاربت با تیر میزنیم تو زخمی میکنیم تو پایت که همه بسوزیم. با وحشیگری ترین حالت منو گرفتن و دو نفر اومدن با لگد محکم منو به زمین انداختن، چشمامو بستن و اون گونه‌ای که پیشون بود با تمام لباسای خودم اینو بستن تو صورتم. وقتی به صورت کردم همه دن و دماغم پر از خون بود و دیگه نفس نمیتونستم بکشم. آرمان ایشان افغانستان آزاد بود، یعنی که به دور از حضور نیروهای خارجی.
شهید محمد علی شاه گردیزی از مجاهدان به نام افغانستان در 12 اسد یا مرداد 1397 به همراه 35 تن از نمازگزاران مسجد صاحب الزمان شهر گردیز توسط گروه تروریستی داعش به شهادت رسید. نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما. تیم ملی فوتسال افغانستان در جمع 10 نامزد برتر جهان قرار گرفت. سایت فوتسال پلنت اعلام کرده تیم فوتسال افغانستان برای کسب مقام برتر فوتسال جهان باید با تیم‌های فوتسال ایران، ژاپن، مغرب، آرژانتین، برزیل، فرانسه، پرتغال، اسپانیا و ازبکستان رقابت کند. این در حالی است که تیم ملی فوتسال افغانستان با درخشش در رقابت‌های آسیایی توانست جواز کسب مسابقات جام جهانی فوتسال را کسب کند. مسابقات انتخابی کاراته مهاجران افغانستانی با حضور ورزشکارانی از استان‌های البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، قم، قزوین و فارس در تهران برگزار شد. در پایان این مسابقات 11 نفر از استانهای تهران، قم، قزوین و فارس انتخاب شدند. نخستین دور مسابقات انتخابی کاراته مهاجران افغانستانی در تهران. این بازی ها به هدف شناسایی و دعوت چهره‌های برتر از جمع مهاجران به ترکیب تیم ملی کاراته افغانستان برگزار شد. اولین دوره مسابقات انتخابی تیم منتخب مهاجرین است که داره برگزار میشه که انشالله برای اعزام تیم در افغانستان 1/6 انشالله قرار برگزار شه که انشالله تیم مهاجرین به نمایندگی از مهاجرین افغانستان در افغانستان حضور پیدا کنه. در دو بخش آقایان و بانوان مسابقات را برگزار کردند که یک انگیزه خوبی و تشکیل تیم منتخب کاراته در بین مهاجرین انجام شد. در این دوره از مسابقات 150 نفر در 4 رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از 7 استان با هم رقابت کردند که از میان آنها 11 تن به فینال راه یافتند. مسابقات واقعا عالی بود. بچه های خیلی خوبی که تو ایران تو لیگ می زدن همه اینا شرکت کردن. واقعا ما قهرمان خیلی خوبی داریم که کشورمون افغانستان بره تو اونجا و از اونجا انتخاب شد برای مسابقات آسیایی. منتخب ها اینجا قابلیت ای را داره که به نمایندگی از افغانستان در سایر میادین بین المللی هم انشالله به خیر مسابقه بدن. این دوره از مسابقاتی که برای انتخابی مهاجرین برگزار شد تونستم مقام دوم رو کسب کنم. 10 سال دارم کاراته انجام میدم. اولش 1 ماه فیکس داخل اردوها بودم، تمرین داشتم، خدا شاهد نتونستم نتیجه خوبی بگیرم. یه همچین مسابقه برگزار شد که تونستیم خودمونو بسنجیم و این انتخابی رو برگزار کردن. آمادگی داریم برای قهرمانی دیگه. با شناسایی چهره های برتر، دور نهایی مسابقات انتخابی به تیم ملی کاراته در شهریور ماه در کابل برگزار می شود. عبدالوحید احدی، خبرگزاری صدا و سیما. فرمانده انتظامی هرمزگان از مهرموم 123 واحد صنفی به علت بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در درگاهان جزیره قشم خبر داد. سردار جاویدان افزود مهرموم این تعداد واحد صنفی در اجرای طرح ساماندهی و نظارت بر فعالیت اتباع غیر مجاز در بازار قدیم و مجتمع‌های تجاری زمرد و اطلس شهر بندری درگهان انجام شد. به گفته فرمانده انتظامی هرمزگان، مردم قشم در صورت اجاره دادن هر گونه واحد ملکی و پروانه کسب به اتباع غیر مجاز برابر قانون باید پاسخگو باشند و با متخلفان مطابق قانون برخورد می شود. جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و موافقتنامه های بین المللی به اتباع خارجی دارای مجوز اقامت و خدمات عمومی می دهد. و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین گفته انعقاد هر نوع قرارداد مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است. به گفته آقای طریقی، عقد قرارداد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیاز به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین دارد. آقای طریقی تاکید کرده در صورت بیتوجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان با بنگاه‌های مشاوران املاک متخلف برخورد قانونی خواهد شد. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.